مسی، رونالدو، مارادونا، پله. اینها چهره های جهانی هستند، مشهورتر از سیاستمداران، نام‌آورتر از سرمایه‌داران و در کل میشه گفت که به معنای واقعی کلمه چهره هستند. راستی شما بیشتر اوباما را دوست دارید و میشناسید یا مسی و رونالدو را؟ سلام، برنامه میدان سبز و نخستین برنامه شما. خب پدیخ پروانه که غواړو چه فوتبال تاسو ته در و پیژندو، هغه جادویی لوبه چه پزلونو که هیجان پیدا کوي او زمونږ وجود پری تازه کیگی، هغه لوبه چه ماشومانی مجبور کړي تر څو په سړکونو او کوڅو کې پر قوتی لوبی وکړي. بله، راستی فوتبال از آن کدام کشور جهان هست؟ فوتبال را کی ساخته؟ کدام کشور ساخته؟ و تاریخچه فوتبال چیست؟ و یا میشه گفت که در کل بگویم فوتبال چیست؟ هرچه زمان می گذرد و هرچه بر عمر فوتبال افزوده می شود، علاقه مردم جهان نسبت به این ورزش جانانه، پرتلاش و جادویی افزایش می یابد. فوتبال سرگذشت جالبه دارد. کشورهای زیاد این رشته را فرزند خود می دانند. اما انگلستان به دلیل تدوین قوانین و ثبت بازی ها در قرن 18 خود را برتر از دیگران می داند. در ابتدا نام بازی فوتبال سولا و یا جیکو دل کالسیو بوده است. اما فوتبالی که به طور کاملا صحیح با قوانین مدرن آغاز گردید از انگلستان سرچشمه گرفته است. به همین دلیل است که انگلستان خود را پدر فوتبال می داند. البته فراموش نکنید که سلطان فوتبال در جهان یعنی برزیل خود را فرمان روای این رشته می خواند. انگلیسی ها در سال 1888 فوتبال حرفه‌ای را آغاز کردند و تا کنون در تدوین قوانین پیش قدم هستند. فوتبال در انگلستان به دنیا آمد و در برزیل قد کشید. همکنون در ردبندی فیفا تیم‌های چون اسپانیا، جرمنی و هالند رتبه‌های اول تا سوم را در اختیار دارند. این ردبندی را فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا انجام می‌دهد و رئیس آن سب بلاتر می‌باشد. فوتبال هر 4 سال یک بار یک رقابت جهانی دارد. این رقابت با حضور 32 تیم از 5 قاره جهان در 1 یا 2 کشور میزبان برگزار می شود. اسطوره های این رشته ورزشی نام های چون پله از برزیل، مارادونا و مسی از آرژانتین و کریستیانو رونالدو از پرتغال می باشند. بله، این از فوتبال، ورزشی که سالانه یک تیم حرفه‌ای در آن بالغ بر 400 میلیون یورو مصرف می کند و چندین برابر آن را به دست می آورد. به همین دلیل است که فوتبال را سلطان ورزش ها نامیده است. نو فوتبال نور یوازی او یوازی یو لوبه نه، بلکه یو هنر او مینه گرزیدلی. بله، رحیل فرمولی با ماست، استاد دانشگاه و کپتان سابق تیم ملی فوتبال افغانستان. سلام استاد، خوش آمدید به استودیو میدان سبز. تشکر استاد، به نام خدا بار سلام خدمت شما، از طریق شما خدمت عموم بینندگان محترم تلویزیون زیبای شما، برنامه زیبای شما که دال ترتیب و تنظیم است، جای افتخار است که برای ما امروز خدمت شما و از طریق شما خدمت ورزش دوستان، ورزشکاران و در کل خدمت هموطنان عزیز و شرافتمند خود هستیم. زنده باشید. استاد، وضعیت فوتبال در جهان چگونه است؟ امروز فوتبال نه تنها یک ورزش است، بلکه سیاست است، اقتصاد است، هنر است، عشق است، علاقه است، هویت شناسی است، معرفی جامعه است.
این ورزش فوتبال است که بالاخره جامعه را از طریق این ورزش به دنیا معرفی میکنه. این ورزش فوتبال است تا بالاخره افراد و اشخاص به معرکه‌های قدرت، چه از لحاظ سیاسی است، چه از لحاظ اقتصادی میرسانه، چه از لحاظ شهرت، چه از لحاظ شهرت میرسانم. اگر قرار باشه که شما یک سوال را یک سوال را برین از تعداد از جوانای ما در جغرافیای خاصی از کابل یا دیگر ولایت پرسان بکنین کونا یکی از ستارهای ورزش فوتبال میشناسن یا یکی از سیاستمدارای بزرگ دنیا را، بدون شک شما از 10 جوان امروز در صد شهر کابل یا ولایت پرسان بکنین که مسی را میشناسه یا اوباما را، مسیر مشناسه یا تر مثال رئیس جمهور فرانسه را، بدون شک بیشترین نسل جوان امروزی در افغانستان مسیر مشناسه تا اینکه برای اوباما یا رئیس جمهور فرانسه را بشناسه. بدون شک است. اما استاد اگر یک تحلیل بسیار کوتاه داشته باشید، در کل وضعیت فوتبال جهان چگونه است؟ در کل وضعیت فوتبال در دنیا فکر میکنم با گذشت هر روز پر رونق‌تر میشه، بازار فوتبال وسط دنیا گرم‌تر میشه. حتما شما در جریان هستین، ما هفته‌های پیشتر فکر میکنم که مسابقات ایرو 2012 داله اختتام بود، ختم شد. زمانی که ما سایت های اینترنتی رو چک میکردیم تا بتونیم یک دید کلی یا یک نظر کلی در ارتباط با ورزش مواجه فوتبال در سطح دنیا داشته باشیم، بیشترین رسانه ها علاقه مند از این بودن که گزارشات ورزشی رو پخش بکنن و بیشترین نسل جوان در کل دنیا به خصوص در کشورهای آسیایی از گزارشات فوتبال مستفید میشن، پیوسته مسابقات تعقیب میکردن، پیوسته از مسابقات مستفید میشه. تشکر استاد، به نکته خوب اشاره کردید، رسانه ها. یکی از عوامل مهم در پیشرفت فوتبال در یک کشور چی میتونه باشه استاد؟ چند تا عوامل بالاخره دست به دست هم میده تا ورزش فوتبال در یک جامعه نهادینه بسازه، که یکی از او فاکتورها، یکی از المنت ها میتونه رسانه ها باشه. من فکر میکنم رسانه یک رول بسیار کلیدی و اساسی و حیاتی ده برای ترویج فرهنگ فوتبال در یک جامعه تون بازی بکنم. من فکر میکنم که اگر رسانه‌ها در کل سطح افغانستان با این دید، با این طرز تفکر حرکت بکنن که در قسمت معرفی چهره‌های ورزشان در افغانستان، نه تنها فوتبال، در کل ورزش در افغانستان خصوصا در ارتباط با فوتبال، اگر اینا به اصطلاح برنامه‌ایش وقف این برنامه ها بکنن، وقف این مسائل بکنن، من فکر میکنم فوتبال میتونه بیشتر رشد بکنه. پس موضوع دوم که میخوایم اشاره بکنیم این است که برای نهادینه شدن ورزش در افغانستان فکر میکنم رسانه ها، جمع تجار ملی و خود دولت میتونه رول بسیار اساسی و کلیدی رو بازی بکنه تا بتونه فوتبال از حالتی که فعلا است بیرون بره و به شکل یک نیازمندی بسیار جدی در سطح افغانستان به فوتبال بل. و این معرفی شد. تشکر استاد از شما، زنده باشید، لطف کردید که به استودیو ما آمدید. تشکر از شما که فرصت دادید تا خدمت شما باشم. خدا چه په افغانستان که فوتبال څنګه په مخ روان دی، یو لنډه کتنه لرو د افغانستان پر فوتبال، البته د تاریخ په اوږدو کې، اما له یو لنډې دمې نه وروسته. برنامه میدان سبز یک برنامه خوبه است برای رشد ورزش و تشویق ورزشکاران در افغانستان. شاید من فکر میکنم این برنامه بسیار رشد خوب بدهد برای فوتبال. با فوتبال در جهان معرفی شدیم، آشنا شدیم، دیدیم که فوتبال چگونه به وجود آمد. اما تاریخچه فوتبال در افغانستان چیست؟ فوتبال چه زمانی وارد افغانستان شد؟ یک موضوع را نباید فراموش کنیم و او اینست که مردم افغانستان هم فوتبال را تنها با جسمشان انجام نمیدن. فوتبال در قلبشان است، فوتبال در روحشان است، فوتبال افغانستان. نزدیک به 90 سال پیش بود که مردم افغانستان فوتبال بازی میکردن، فوتبالی که قانون نداشت. اما حدود 80 سال پیش آهسته آهسته کار رنگ روشنتر به خود گرفت. فدراسیون فوتبال تشکیل شد و قوانین برای خود ساختیم. این آغاز یک حرکت ملی بود. در سال 1933 فدراسیون فوتبال تشکیل شد و در سال 1948 موفق شد تا عضویت فیفا را از آن خود کند. ای که در افغانستان چه قسم فوتبال آمد، نظریات مختلف هم وجود است، ولی نظریاتی که او قوی تر است میتونم برای شما بگویم ای که فوتبال در افغانستان در عصر امانیه توسط مهاجرین افغانستان و یا معلمینی که از هندوستان به افغانستان آمدن به افغانستان آمد. برای اولین بار تیمی که ایجاد شد، تیم منتخب، در سال 1948 شازم کشور انگلستان در مسابقات المپیا شدن. فدراسیون تلاش کرد تا تیمی را به نام منتخب افغانستان تشکیل دهد، از نقاط مختلف کشور بهترین بازیکنان را کشف و سپس به تیم ملی دعوت کند. به هر حال تیم تحت نام افغانستان تشکیل شد و در سال 1941 در نخستین رقابت بین المللی خود
در برابر ایران ایستاد و موفق شد تا کار بزرگ انجام دهد و حریف خود را با نتیجه بدون گل متوقف سازد. چنانچه در یک از مسابقات که در ایران بین تیم ملی افغانستان و تیم ملی ایران صورت گرفت، یک از فوتبالیستان به نام غفور اثر میگن که او به نام ستاره شرق نامیده شد. چرا؟ در جریان مسابقه وقتی که 90 دقیقه بازی کردن، 90 دقیقه حداقل بیشتر از 90 توپ گرفت که هیچ کسی صرف یک گل خورد، مسابقه را 1-0 افغانستان مسابقه را باخت، ولی بهترین بازی کنه همون مسابقه و بهترین ستاره شرق نامیده شد از طرف شاه ایران و مسئولینی که در وقت مسابقه را تماشا میکردن. هرچه که از عمر تیم ملی افغانستان میگذشت، بازیکنان پخته‌تر و با تجربه تر میشدند. در سال 1958 بود که تیم کشورمان راهی رقابت‌های المپیک لندن شد. در آن بازی‌ها عملکرد خوبی نداشتیم، اما حضورمان به عنوان یک عضو تازه وارد به خانواده فوتبال کافی بود. افتخارات ما کم بوده به خاطر از اینکه در مسابقات آسیایی که فعلا امکانات هست او وقت نبود. ما یک سفر میرفتیم به اتحاد شوروی وقت، مثال یک سفر کویت، اینطور بسیار با اصطلاح کم بود. همه چیز خوب میگذشت و تیم ملی فوتبال افغانستان هر روز بهتر از دیروز میشد. تمرینات حرفه‌ای، کسب تجربه از میادین بین المللی، رقابت با تیم‌های قدرتمند و روی دست گرفتن یک سیستم در فدراسیون فوتبال، همه اینها ما را به آینده روشن امیدوار می‌کرد. مربی خوبی بود که تاداب فوتبال افغانستان یا از نگاه تکنیک، از نگاه تاکتیک، از نگاه سیستم‌های بازی سرنیکوف در افغانستان پیاده کردند. اما همه چیز آنطور که فکر می‌کردیم پیش نرفت. حمله نظامی شوروی سابق به افغانستان باعث شد تا ورزش در کشورمان به کما برود. فوتبال برای بیشتر از 30 سال نفس نکشید. خوب هیواد که دنه ده لخپلمندی جگرون و روستا پر فوتبال ستی شو او یا هم پده روستا یو لسو کلونو که لوبغاړي څه لاسته راوړنې لري، هغه هم یو داسې فوتبال چې یو ځل بیا یو په یو راژوندی شو. سالها گذشت و هیچ نامی از افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی فوتبال نبود. در سه دهه جنگ خانگی، در میان آتش و دود، در میان فریادها و ناله ها و در میان گلوله و خون، فوتبالی که در نهایت تیم ملی داشته باشیم جریان نداشت. گاه اوقات در دوران رژیم طالبان کسانی بودند که در زمین فوتبال توپ شوت می کردند و می دویدند. شاید شما که تصور داشته باشید در زمان طالبان افغانستان اونقدر عرصه تنگ بود، اونقدر تنگ بود که تمام مصرفیتای سالم بر افغانستان نبود، ولی فوتبال یک تعداد فوتبالیست ها کنو عشق به فوتبال داشتن، توانستن فوتبال در مراسل نگاه بکنن. در این شرایط تنها نیاز به یک شوک بود، شوک که رازهای خوابیده را بیدار کند، شوک که جان تازه به تن نیمه جان فوتبال وارد کند، یک انفجار. سال 2001 زمان بود که این شوک وارد شد. طالبان رفت و در افغانستان دولت به وجود آمد. این همان چیزی بود که مردم در انتظارش بودند. همین فعلا فدراسیون فوتبال به شکل مکتبی بازیکنان را تربیت میکنند که خود از این یک دستاورد است که یعنی ما میتونیم برای 5 سال بعد، 6 سال بعد یا 10 سال بعد یک تیم بسیار خوب وسط منطقه داشته باشیم. زمین های فوتبال یک بار دیگر سبز شد. خنده بر لب فوتبالیست ها آمد. 28 سال از آخرین حضور افغانستان در رقابت های بین المللی می گذشت. حالا افغانستان پس از این زمان طولانی باید خود را برای حضور در رقابت های آسیایی کوریا آماده کند.
کاری که بالاخره در سال 2003 انجام شد. نخستین پیروزی نسل جدید فوتبال افغانستان. تیم ملی افغانستان 2، قرقیزستان 1. سپس تیم ملی افغانستان در رقابت‌های مختلف موفق به کسب پیروزی‌های پی در پی شد، تا جایی که تیم‌های حریف و مثل هندوستان دست به کارهای و مثل خریداری داوران می‌زنند. حالا به دنبال این هستیم که در آسیا قدرت نمایی کنیم، در یک برنامه ریزی دراز مدت به جام جهانی برویم و در آنجا نام پرافتخار افغانستان را بر سر زبان‌ها بیاوریم. دیدیم که فوتبال در جهان و فوتبال در افغانستان چگونه به وجود آمده. اکبر؟ او مدل چه فوتبال چنگه من سراغه؟ بدون شک، فوتبال یک رشته ورزشی است که میلیون ها طرفدار داره. هواداران او در سراسر جهان هستند و قلبشان برای فوتبال میتپه. اما برنامه میدان سبز چیست؟ و برنامه میدان سبز چرا به وجود آمده؟ هدف از ایجاد برنامه میدان سبز چیست؟ نغواری چه دیده پختن زوابونه پیدا کری؟ کدا چه غواری نو دا میدان سبز پراوانه که لموک سرا پاتی سی دی طول سرا با تاس پخپل آشنایی پیدا کری؟ همچون برنامه بسیار بر رشد افغانستان، بر وردش مردم افغانستان بسیار خوب است و بسیار مفید خواهد بود. میتونن که در سطح افغانستان هم فوتبال کنن، میتونن در سطح جهان هم فوتبال کنن، میتونن که یک شخصیت بالا باشن و در بین ستاره‌های فوتبال میتونن که یک نام از افغانستان را بلند کنن. میدان سبز. اما میدان سبز چرا به وجود آمد؟ هدف میدان سبز چیست؟ هدف این است که بهترین های فوتبال افغانستان را انتخاب کنیم، استعدادهای نهفته‌ای که تاکنون کشف نشدن را از تمام افغانستان بگردیم، پیدا کنیم و به جهان معرفی کنیم. افغانستان میدان سبز می‌خواهد که برای نخستین بار در تاریخ ورزشی خود لیگ برتر داشته باشد. بله، نو رازی دوستادو ور بسو ده میدان سبز لخپراونونه یوه ده کابل ده خپراونی چولند شیبی پا تاسو گورو. شاید سال میشه که ما فوتبال بازی میکنم و عاشق فوتبال هستم. میدان سبز است و حال ما به رقابت تکنیکی رسیدیم. کابل بود و انتخاب تیم منتخب کابل، یک تیم قدرتمند که حتما در تورنمنت ما یکی از تیم‌های برتر خواهد بود. اما 8 تیم، 8 زون، 8 نام و 8 رنگ مختلف. نام این 8 تیم را به ذهنتان بسپارید. در آینده بیشتر و بیشتر در رابطه با افتخار آفرینی های این 8 تیم مطلع خواهید شد. اما نخستین زون، زون مرکز، زونی که همیشه فوتبال خیز بوده، عقابان هندوکش، زونی که به جرأت میتونیم بگوییم یکی از بهترین ها در جمع 8 تیم خواهد بود. اما دومین زون، زون شمال شرق و موج‌های آمو، مطمئن باشید که با مثل موج‌های دریای آمو خروشان خواهند بود. سومین تیم و کابل، شاهین آسمایی، برنامه‌ای که فردا شب از طریق طلوع و لمر شما میتونید مشاهده کنید. شاهین آسمایی نام تیم منتخب کابل است. و 4مین تیم، زون شمال و سیمرغ البرز،
از سرزمینی میآید که فوتبال خیز است و همیشه و همیشه بهترین ها در تیم ملی از آن زون شمال افغانستان بوده. نامش فراموش نکنید، سیمرغ البرز. خود څلور زونونه نور هم لرو چې هغوی هم وایي موږ له چانه کم نه یو، او په دې منطقو کې فوتبال یوه لویه هستی ګڼل کیږي چې لاغونه یو هم جنوب شرق دی چې موجهای اباسین دی. د دې منطقو خلک یا وګړي له فوتبال سره دومره مینه لري او دومره ورته ارزښت ورکوي لکه چې په نور افغانستان کې یا هم د افغانستان په نورو منطقو کې وي. همداراز غرب دی چې طوفان هریرود. غرب ساحه هم داسې د فوتبال علاقمندان یا مینوال ډیر دي چې دوی وایي موږ باید په دې مسابقو کې یا سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړو، او همداراز جنوب غرب لرو چې میوند اتلان دی. میوند اتلان لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده او ښکاري اتلان دی، نو د دوی د اتلیدو یا هم د دوی د اتلانو په هیله چې موږ سره مخامخ شو. او اتم تیم دی غرب بازهای سپین غر دی، او لکه څنګه چې د سپین غر غر په افغانستان کې او ټول نړۍ ته واضح معلوم دی، داسې به دا تیم هم ټول نړۍ ته یا هم ټول هیواد ته ځان نمایان کې یه بار وښیي. بله، اما این نام هشت تیم و لوگوهای هشت تیم، نشانه های هشت تیم لیگ برتر فوتبال در افغانستان بود. هشت تیمی که از هشت زون منتخب شده توسط افرادی که داوران برنامه میدان سبز هستن انتخاب شدن. اما مطمئنن برایتان سوال پیش آمده که چه کسانی این بازیکنان را انتخاب میکنن؟ بهترین ها، نخبترین ها و با تجربه ترین های فوتبال افغانستان، مربیان، بازیکنان و کپتان های سابق تیم ملی فوتبال افغانستان کسانی هستند که این هشت تیم و بازیکنان این هشت تیم را انتخاب کردند. با داوران معرفی میشیم. طاهر رؤوفی، داور بخش فیزیک. کسی که در دوران بازی های ملی جز بهترین ها بود، طاهر رؤوفی، یک مهاجم همیشه موفق با خصوصیات قدرتی کم نظیر. او در تیم های کابل الف و تیم ملی سالها توپ زد. طاهر رؤوفی تجربه مربیگری در تیم های ملی 15 و 17 سال افغانستان را نیز دارد. یک داوری فیزیکی پروگرام میدان سبز میکنم، کوشش میکنم که بسیار زیاد ثقیل نباشه، نمیخوایم خدا نخواسته دفعت از قلب از اونا یک فشار بیاید و یا خدا نخواسته اونا از نایه کمر یا زانو پا یا بجلک پا صدمه ببینم. به مطابق پروگرام، مطابق پلان خود ما پروگرام پیش میریم انشاءالله. عبدالصبور ولیزاده، داور بخش روانشناسی، مسئول فدراسیون فوتبال کابل، بازیکن سالهای دور افغانستان. پیراهن تیم ملی با او خاطره های زیاده دارد. مربی و مسئول تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، عبدالصبور ولیزاده. او زمان ستاره فوتبال افغانستان بود و در بخش کار خود ما جدی خود بودم و همونطور که برای یک ورزشکار تست فیزیکی و تکنیکی بسیار مهم است، من فکر میکنم که یک پلیر فوتبال باید از لحاظ روانی هم آمادگی های بسیار کامل داشته باشه. ظاهر حسنی، داور بخش تکنیک. ظاهر حسنی، کسی که فوتبال افغانستان را میشناسد با نام او آشناست. بهترین دفاع تیم ملی افغانستان در دوران بازی‌های ملی، کپتان سابق تیم ملی فوتسال افغانستان، مربی شگفتی ساز افغانستان، تیم ملی عبدالصالح‌های افغانستان با سرمربیگری او لقب بارسلونای آسیا را گرفت. ما از تمام اشتراک کننده ها تقاضا داریم که جدی در کار خود باشن و این سه فاکتور مهمه که در بخش تکنیک باید مد نظر بگیرن، او را اجرا کنن تا که ما راحت بتانیم بازیکنان
که با استعداد هستند در این بخش انتخاب کنیم. اکبر، اینها کسایی بودند که بارها و بارها برای فوتبال افغانستان افتخار آفرین شدند، بارها و بارها فوتبال افغانستان و مردم افغانستان را در میادین بین المللی شاد ساختند. اما دازل غواړي چې د میدان سبز د خپرونې له لارې نه د افغانستان د ورزش یا فوتبال په ډګر کې یوه نوې پاڼه پرانیزي. بدون شک آمدن تا افتخارات ورزشی خود را با انتخاب بهترین بازیکنها در جمع این هشت تیم مکمل بسازند. اما فدراسیون فوتبال افغانستان، نهادی که تمام فوتبال افغانستان را کنترل میکنه و برنامه ریزی های ورزشی فوتبال در افغانستان به دست اوست، رئیس این فدراسیون در رابطه با فوتبال افغانستان و میدان سبز این چنین میگوید: این برنامه خیلی جالب خواهد بود و یک برنامه مفید خواهد بود، برنامه خیلی مفید بر جوانای ما، یک برنامه که ورزشکارا و جوانای ما را خیلی سرگرم خواهد ساخت. او تعداد از استعدادهای ما که در ولایات افغانستان، در گوشه کنار افغانستان، اونا به اصطلاح از امو فوکس و از امو کامرای فوتبال دور مانده باشند، توسط برنامه میدان سبز انشاءالله شناسایی خواهد شدند. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مشر خبری مو واوریدی، اما لشکری زنونه یا تیمونه غورسول د دوی نور رقابتونه یا سیالی به څنګه کیږي؟ څرنګه به په سیالی دوی چول کیږي؟ مهمترین موضوع برنامه است. بالکل، تورنمنت و مسابقات این هشت تیم چگونه برگزار میشه، چگونه برگزار شدن این مسابقات مهمترین موضوعی است که ورزشکاران و فوتبالیستانی که برنامه میدان سبز میبینن سخت در انتظار هستن. شروع میکنیم. خب، ما یک جدول ترتیب دادیم. هشت تیم، دو گروه چهار تیمه و انتخاب میشه از هر گروه دو تیم برتر. همانطوری که در تصویر دیدید، تیم‌های اول و دومه هر گروه با یکدیگر مسابقه میده. چهار تیم در یک گروه داریم، چهار تیم در یک گروه داریم. دو تیم از هر گروه بیرون میآیند. تیم اول گروه یک با تیم دوم گروه دو و تیم اول گروه دو با تیم دوم گروه یک مسابقه میده. این دو تیم است به صورت چلپا با یکدیگر مسابقه میتن. به صورت چلپا با یکدیگر مسابقه میتن. یک موضوع. موضوع دیگر را فراموش نکنید. این چهار تیم با یکدیگر در دو مسابقه رقابت میکنند. تیم هایی که پیروز میشه، دو تیم از این دو بازی پیروز بیرون میآید. دو تیم به دیدار رده بندی میره برای رقابت سوم و چهارمی با یک دیگر مسابقه میتن و دو تیم دیگر که پیروز بازی نیمه نهایی و یا سیمی فاینال بودن به دیدار پایانی صعود میکنن، به دیدار فاینال. شما میبینید لیگ برتر فوتبال افغانستان با نشان زیبایی که داره، با لوگوی زیبایی که داره و در رابطه با نشان ما باید توضیح بدم، نشان لیگ برتر فوتبال افغانستان که تصویر یک شیر بسیار زیاد کلان مقبول. ما در گذشته یک تیم داشتیم در افغانستان که بسیار زیاد مشهور بوده و بسیار زیاد محبوب بوده در افغانستان و به یک نوعی به عنوان تیم منتخب افغانستان بوده، به نام شیران خراسان. شیران خراسان زمین، شیران خراسان. و به همین خاطر ما ترجیح دادیم که لوگوی لیگ برتر فوتبال افغانستان و یا میشه گفت که نشان لیگ برتر فوتبال افغانستان یک تصویری از یک شیر بسیار زیاد با وقار هم داشته باشه. نو خدای دیو که قدرمنو لیدونکو چه تردی زایمو ده مختار لشکریز ما گران ملگری خبری آوری دلیوی. خو زای دیده دی مختار زیاده چه ل دوستان سره خدای پمانی وکو، خو مخکې لدې به ورته دا ووایو چې سبا شپه دې خپرونه نه هیروي. برنامه فردا شب میدان سبز، انتخاب تیم منتخب کابل را فراموش نکنید. تا دیداری مجدد که فردا شب در میدان سبز کابل باشه. خدا نگهدار. خدای مملسه.